به اجتماعی سه چی بود؟ استاد غیبت بزنین، آقا تقلب، آقا دیگه باشه. ببین دیگه بذار یه ذره درس ببریم جلو، تموم شد. آقا 8 دقیقه از اون بر باید ادامه بدیم. 12-30 دقیقه آزمون آنلاین دارین؟ ده. از اون لحاظ خب بریم. بود N A به علاوه N B به علاوه N C منفی N A اشتراک B منفی N A اشتراک C منفی N B اشتراک C به علاوه N A اشتراک B اشتراک C. خب اینا شما تو فصل یک خونده بودید، حتی پارسال هم خونده بودید. خب ما همین اگه یه تقسیم بر N S کنیم، یعنی یه تقسیم بر، یعنی هم این ور رو به N S من تقسیم کنم، هم این طرف رو به N S، در حقیقت احتمالش رو میتونم بگم. یعنی P A اجتماع به اجتماع C میتونم بگم میشه P A P B P C منفی P A اشتراک B منفی P A اشتراک C منفی P B اشتراک C مثبت P آ اشتراکی بی اشتراک سی. اینها درسته، یعنی اون چیزهایی که تو مجموعه ها خوندیم یه تقسیم برای ان اسش کنیم دقیقا مبدل به احتمالات میشه. حالا همین سوالی که در اینجا هست، اگر آ و ب و س دو به دو ناسازگار باشن این مبدل به چی میشه؟ یعنی هر دوتاشون با هم ناسازگار باشن کدوم ها صفر میشن؟ نکن هرچی اشتراک باشه اینا چی هم؟ اشتراک هم میشه توهی، توهی، اینم توهی میشه و این هم میشه چی؟ توهی و میشن صفر، دقیقا میشن صفر، 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 میشه پی آ علاوه پی ب علاوه پی س، میشه پی آ اجتماع به اجتماع س. پس دو بدون سازگار باشن اینا با هم دیگه به این صورت میشن. حتی اونی که ما گفته بودیم که پی آ اجتماع ب میشه پی آ به علاوه پی ب منفی پی آ اشتراک ب که از قوانین احتمالات بود، اگر آ و ب ناسازگار باشند خب این چی میشه؟ پی در حقیقت بذار من اینجا بنویسم، میشه پی آ اجتماع ب میشه پی آ بله بله پی ب، چون این توهیه و میشه صفر و میشه پی آ پی آ بله پی ب. یه ذره میخوایم در این زمینه مسئله رو بیشتر بازش کنیم. دوستان یادداشت کنن. خب به هر نگاه کن، ببین اینو ما داشتیم دیگه که پی آ اجتماع ب میشه پی آ علاوه پی ب منهای پی آ اشتراک ب. وقتی آ و ب ناسازگارن یعنی به این صورتن، نگاه کن این آ این ب و مجموع اس، خب ناسازگارن یعنی یعنی اشتراکشون توهیه، پی توهی میشه چی؟ پی توهی میشه صفر. پس بنابراین من در اینجا میذارم صفر، خب وقتی میشه صفر یعنی میره، میشه پی آ علاوه پی ب. در اینجا به همین صورته. اون چیزی که اون بالا خونده بودیم از قبل که ستایی بود، خب اینا نوشیم همه رو میتونیم مثل به جای که ان بنویسیم پی بنویسیم. خب سلام احسان جون. از اون بر وقتی که ناسازگار باشن با هم دیگه تمام این اشتراکات چی میشه؟ توهی میشه. وقتی توهی بشه پیش میشه صفر 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 صفر، همین ستا موندش دیگه. نگاه کن میشه پی آ علاوه پی ب علاوه پی س. خب ارشیا ده. خب من یه چند تا صفحه میذارم اینجا، یه لحظه از من بدین چند تا صفحه اول من بذارم اینجا. خب حالا از برکت برگردیم قبل ساب 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 حالا شد. خب بریم صفحه بعد. آقا ببینیم که استاد اولی کدوم اولی رو؟ آن تو نموداره بین اون اولیه رو اینه هاش نکن نکن
سه اونم اینطوری میشه اس. این مال اولیه بود. خب دیگه یه کاری میکنم ما بذاریم دیگه، هرچی نیاز داریم بذاریم. خب بریم نگاه کن. آقا من میخوام چند تا فرمول خودمون از خودمون در بیاریم. یه لحظه نگاه کنن. شما نگاه کن. الان این سه تا تیکه جدا از همن. این درسته؟ اشتراکی هم با هم ندارن. ما به میگیم آی منهای ب، به اینم خب میگیم آ اشتراک ب، و به این میگیم چی؟ ب منهای آ. خب الان من میتونم یه فرمول از خودم در بیارم، بگم پی آ اجتماع ب، آ اجتماع ب یعنی پی کلشون میشه پی این علاوه پی این علاوه پی این، نگاه کن، میشه پی آی منهای ب به علاوه پی آ اشتراک ب به علاوه پی ب منهای آ. خیلی واضحه، جمع این ستا میشه کل، هیچ اشتراکی هم که با هم ندارن، جدا از همه. خب یا مثلا یه فرم دیگه از خودمون درست کنیم، نکنه این آ این ب، من آی منهای ب رو میخوام ببینم چی میشه. آی منهای ب این احتمالش با چی مساوی میشه؟ یه لحظه قشنگ به دقت نگاه کنیم. میتونم بگم کلش پی آ منهای این، منهای پی آ اشتراک ب، یعنی میتونم بگم پی آی منفی ب مساوی پی آ که کلش باشه منهای اون تیکه اشتراک آ اشتراک ب. الان قراره از اینا تو احتمال استفاده کنیم. بله ببین چطور استفاده میکنیم، یه چیزایی به همین راحتی. نگاه کن. خب حالا مثلا بیا دوباره یه قانون دیگه برای خودمون درست کنیم. خب به این صورت بگم خودمون میتونیم کلی چیزا بذاریم. ببین نگاه کن، الان جمع این، نگاه کن منو، این به علاوه این که الان چیه؟ آیه منهای ب هست، آیه منهای ب، و اینم که میشه چی؟ ب، اینم که فقط ب هست. جمع این دوتا با هم چی میشه؟ میشه جمع کل دیگه، میشه آ اجتماع ب. پس من میتونم بگم به این صورت پیه آ اجتماع ب مساوی پی آی منفی ب بله به پی ب. درسته؟ آقا تو ون چطوره؟ سی اشتراک با بی اشتراک با آ، اینها دیگه. آقا من کشیدم که اینجا آ به سه، اینها ونشه. پیش آمده مکمل مجموع مرجع که توی هست، پیش آمده مکمل مجموع مرجع میشه یک. اشتراک همهشون که اینه، اینها این اشتراک همهشونه، یعنی میشه چی؟ آ اشتراک به اشتراک سه. اینا یه مقدار مال قبل. بچه ها تو فرمول نوشین اینو، مال صفحه. خب تو فرمول نوشتیم دیگه، اونو نوشتم پی آ اجتماع به اجتماع سه میشد چی؟ خب که یه تیکش هم بود این، میشه پی آ اشتراک به اشتراک سه. اگه چی نوشیم اونجا؟ خب درسته دیگه. خب آره بعدش هم یکم باقی نمیمونه. خب ببین کلش که یکه، یعنی احتمال کل یکه. حالا احتمال آ اجتماع به اجتماع سه هم این بیرون اینه، نگاه کن. حالا این بیرون چه احتمالی داره من نمیدونم. خب یعنی آ اجتماع به اجتماع سه رو کلا حساب کنیم. ببین نگاه کن، مثلا اینجا کل احتمال اینی که حساب کنیم به علاوه احتمال این بیرونیه، جفتشون با هم جمعشون میشه یک. درسته؟ خب حتما این صفر نیستش که، اینم یه احتمالی داره این بیرون، جمع این دوتا با هم میشه یک.
خیلی خب بریم بریم. خب سعید نجات یه ذره وایسا من اینو بگم باش. خب دوستان یه چیز قبل ما بلد بودیم. آی من های ب میشه چی؟ میشه آ اشتراک بی پریم. نکنی؟ شما یه تفاضل رو میخوایی مبدل به اشتراک کنی؟ اینو مبدل نکن؟ آی من های ب این مبدل به اشتراک میشه یه پریم هم به بعدش میاد. خب؟ یعنی اگه به شما بگن مثلا آ پریم من های ب پریم اینو مبدل به اشتراک کنید. نگاه کن؟ یه اشتراک میاد اینجا یه پریم هم تو کله این میاد میشه آ پریم اشتراک ب به پریم پریم میشه به. خب اینو ما بلد بودیم. ببینید چه کارمون میاد این چیزا. یه قانون دیگه هم که بازم من یادآوری میکنم خیلی مهم میشه. خب میشه آ اشتراک به پریم میشه چی؟ پریمو به هر جفتشون میدیم. نه با اجتماع نمیشه. تفاضل فقط با اشتراک میشه. دقت کن. خب اینا که یه قانونی بود به نام دمورگان میشد آ پریم اجتماعش با بی پریم. ببین وقتی پریم رو مؤثر میدیم همهشون پریم میشه اون اشتراک هم پریم میشه. خب یا مثلا آ اجتماع به پریم میشه چی؟ حالا پریم رو تو همهش بیا شما اثر بده. دقت کن. میشه آ پریم اینم که اشتراک میشه اینم میشه بی پریم. اینم دمورگان بهش میگه. اینم هیچ فرقی نداره. خب مثلا شما نگاه کنید اگر بخواید برعکس کار کنید مثلا بیا آپریم اشتراک ب الان بگین اینو من پریم بدم چی میشه؟ خب الان وایسا سعید نشو اس نه آره اس منهای اون آره خب نگاه کن میشه آ اجتماعش با بی پریم میشه. ببین یکی یکی پریمو تو اینا اثر دادم پریمو تو این اثر دادم پریمو تو اینم اثر دادم میشه آ اجتماع بی پریم. خب این قانون که تو ذهن اون هست. یه قانونی هم هست آ اشتراک مثلا به اجتماع سه. خب ببین الان ما اشتراک رو میتونیم پخشش کنیم تو اجتماع میتونیم پخش کنیم چی بنویسم؟ میشه آ اشتراک به اجتماع آ اشتراک سه. مثل همینه دیگه. مثلا فرض کن دو ضرب داره x به علاوه y. خب دو رو ضربش میکنی دیگه میشه دو ضرب در x به علاوه دو ضرب در y. پخش کردیم. پخش توزیع پذیری دقیقا این کاری میکنیم. برعکسش هم میشه آ اجتماع به اشتراک سه. میشه آ اجتماع به اشتراک سه. دمورگان تفاضل رو اشتراک میکند ببین تفاضل که همینه. خب شما اگه میخوای نگاه کن آی منفی ب رو پریمش کنی اولین کار میکنی اولین رو مبدل به اشتراکش کن میشه آ اشتراک ب پریم پریم. خب حالا پریم اثر میده شما که پریم مستقیما رو تفاضل که اثری نمیکنه که میشه آ پریم اجتماعش با ب. نگاه کن دمورگان تفاضل. خب قرینه جذب چیه؟ خب جذب یه همه قوانین من نمیخواستم بگم دیگه. ببین نگاه کن ما یه جذب داریم بهش میگیم جذب میشه آ اشتراک آ اجتماع ب. خب نگاه کنی این میشه آ این قانون جذب است یا آ اجتماع آ اشتراک ب این باز هم جذب است که میشه آ. یه نداریم شبه جذبه که حالا خیلی اونو ما نیاز نداریم. خب اینا رو خواستم یادآوری کنم چون تو احتمالات نیاز میشه که الان میخوام یه اثباتی ها رو یعنی چند تا اثباتی داریم میخوام از اون روش بریم. چرا شبه جذب رو کسی نمیگه؟ آقا شبه جذب بیا آقا چون ناراحت نشو شما آ اشتراک آ پریم اجتماع به. ببین این همون جذبه فقط اینجا یه پریم داره. نگاه کن چرا یه پریم اینجا داره این کارو میکنیم در حقیقت این حذف میشه میشه آ اشتراک به. تموم شد. یا نه
اجتماع آپریم اشتراک به. ببین همون جذبه، فقط یه پریم اینجا اومده. خب باز هم این هست میشه، میشه آ اجتماع به. خوب دقت کنیم، به اینا میگیم شبه جذب. قرینه جذب رو قرینه جذب میگه چیه؟ شبه جذب میگی نگه؟ این شبه جذبه. ببین نگاه کن گلاس من برم اون باید. ببین آ اشتراک آ پریم اجتماع به. شما اصلا میدین چه؟ این قانون اصلا بلد نیستی، بیا پخشش کن. میشه آ اشتراک آ پریم اجتماع آ اشتراک به. خب این چی میشه؟ این الان میشه توهی. آش با اشتراکش با آ پریم میشه توهی. اجتماع آ اشتراک به. خب توهی جمعش با هر چیزی به این اضافه نمیکنه، میشه همون آ اشتراک به. یا مثلا آ اجتماع آ پریم اشتراک به. خب بیا بازم اینو ما پخش کنیم، میشه آ اجتماع آ پریم اشتراک آ اجتماع به. بازم نگاه کنی این الان میشه مثلا یو یا همون اس یا یوی که شما خونده بودین، خب یا همون مجموعه مادر، هیچ فرقی نداره. حالا ما اینجا میگیم اس. خب اس یا یو یا ام اشتراکش با این، هر چیزی اشتراکش با یو خودش میشه، میشه آ اجتماع به. پس بنابراین این قانون اما بلد نباشیم میتونیم به راحتی با پخش کردن حلش کنیم. ناصر بیا. خب حالا ما چی میخوایم بگیم؟ خب بریم. خب عبارات زیر را ثابت کنید. الف، ثابت کنید پی آ پریم اجتماع به مساوی یک منفی پی آ به علاوه پی آ اشتراک. بذار فکر کنید. دوستان دقت کن، پریم آ میشه پریم آ یعنی پی آ پریم منظورته میشه یک منهای پی آ. تو احتمال مکمل ما خونده بودیم دیگه، در حقیقت پی آ به علاوه پی آ پریم میشه یک. این یه فرمول مهم بود، ما یه علامتی بزنیم اینجا، احتمال مکمل این همین. پریم آ میشه یک منهای آ. آره دیگه، در حقیقت همونی که تو میگه میشه. صدا ما بس کنیم من بگم. احسانجو، بذار ببینم احسانجو یه لحظه کوچی رو من وصلت کنم. کجا پیدا کنیم؟ آینه. احسانجو بیا بگو. احسانجو بگو. الو استاد صدا میاد؟ الو صدات میاد، بگو بگو عزیز. خب استاد پی آش اشتراک به پریم میشه پی آی ام ان های بی. آره بعد که به پریم میشه پی آی ام ان های بی. بله بعد اینو ثابت نگه میداریم. آها من یک رو ندیدم، فکر کردم نمیشه منفی پی آ. بله بله، حالا بازه میذاره بیشتر منفی پی یه ذره بیشتر. خب من میکروفون تو چیز میکنم تو بیشتر. خب خودش قد کرد. خب آقای سالار ناصری، ناصری کجایی تو؟ زمان آباد بگه آینا فارسان از سالار ساخته اینجوری.
اینم پیدا شد. بگو سالار، بگو. سلام استاد. سلام سلام، بگو عزیز. اینجا که میگه آپریم اجتماع ب، مستقیم میشه با ب، میشه خود ب درسته؟ اجتماع جبتا ب با هم میشه ب. بعد گفتم خب یه که مثلا این آپرینه، این هم الان ب. خب بعد آپریم که میشه ب درسته؟ اجتماعش با ب میشه ب. آپریم ب نمیشه، آپریم ب نمیشه آقا. این آه مثلا میشه هر چیزی، میشه هر چیزی غیر از ب دیگه، میشه هر چیزی غیر از آ دیگه درسته؟ میشه هر چیزی هر داخل مجموعه بود غیر از آ. ببین باشتو باشتو، ببین هر چیزی به غیر از آ، نگاه کن اینجا رو ببین، یه تیکش رفت تو به، یه تیکش هم بیرونه به. خب بعد اشتراکشون هم هست شده، یه اشتراکشون اشتراک به و آ جزو همون مجموعه، یعنی هر چیزی غیر از مجموعه آ شاملش میشه. آره باریکلا. خب باشه، به نمیشه که، شاید به نشه، شاید اینجا باشه مثلا به نشه. باز هم یه ذره فکر کنن دوستان همه. بعد استاد یه کومنت های پی آ کرده، یه کومنت های پی آ بکنه، پی آ رو به اضافه اشتراکی بکنه با هم، یعنی این میشه خود آ به اضافه اشتراکش، بعد منهای کل مجموعه بشه، یعنی ام بشه، باز دوره خود بی میمونه با تعباد چی میگم بشه، اون چیزی که خارج از مجموعه بنویسمش. ولی من بکنم یه ذره بعد با هم علش کنیم. بذار من یه دونه شو حل کنم، تو بعدی هاش حل کن باری جلا. اوکی الو. بله بله دارم ستون استاد. حالا من یه دونه شو حل کنم، تو بعدی شو بیا بگو، به روش من بگو، یعنی اینو نگاه کن من چی حل میکنم، بعدی شو به روش من بگو. باشه بله. خب اون میکروفون رو تو پس قطع کن. خب دوستان یه نگاه کنن، ببین من از متممش، از مکملش استفاده میکنم. آقا وایس هیچی نگیم فعلا، بذار من اینو بگم، اینو من مینویسم. ببین هر چیزی رو پی آ میشه یک منهای پی آ پریم دیگه. خب اینو ما میدونستیم. الان به جای این من مینویسم یک منهای پی متممش. آقا متمم این چیه؟ متممش یعنی این پیرمو بیا توش اثر بده، میشه آ اشتراک بی پریم. خب قبول، اینو من به جاش نوشتم. حالا یک منهای پی به جای آ اشتراک بی پریم می‌نویسم آی منهای ب. بله میشه نوشت. حالا در اینجا یک منهای به جای آی پی آی منفی به ما نوشته بودیم دیگه، نوشتیم میشه پی آ منهای پی آ اشتراک ب. نکن. خب حالا این منفی رو فقط من اثر میدم، میشه یک منفی پی آ به علاوه پی آ اشتراکی بود. ببین مثلا اثبات میشه. پس اینو از مکملش رفتم که مبدل به اشتراک بشه، اشتراک رو تفاضل کردم، تفاضلم که یه فرمول داشت هیچی دیگه، مثلا میشه. دوستان اینو نوشتن، دوست هم مدل از اینا بگیم. بریم دوستان خوبم به پی آ اجتماع ب پریم اجتماع س پریم ثابت کنیم که یک منفی پی به اشتراک س مثبت پی آ اشتراک به اشتراک س. حالا اینو فکر کنیم،
خب آقای تاری شما اینجا این؟ آه نه آه خب بگیم دیگه بزینم من بگم من فکرم شاید بشه مثلا یه نفر نوشتش عکس بگیره تو گروه بذاره. خب موبایلم رو تو سایلنت میذاریم. خب نگاه کنم آقا یه حرکت تاکتیکی میخوام انجام بدم. این دوتا پریم به درد خودش میخوره، میخوام از پریمش یه فاکتور بگیرم. نگاه کن، دقت کنی، میشه پی آ اجتماع چی؟ یا میخوای اصلا دوباره از پریم خودش بریم؟ یه لحظه وایسا، یا بذار مثل قبلی حلش کنیم. خب اگه مثل قبلی بخوام حلش کنیم میشه چی؟ یک منهای پی چی؟ یک منهای پی پریم اینا میشه آ پریم اشتراک به اشتراک سه، درسته؟ خب خب بریم یک منهای پی. ببین این دوتا رو کنار هم میذارم، میذارم بی اشتراک سی اشتراکش با آپریم. نگاه کن اینا رو فقط کنار هم نوشتم، اونوری نوشتمشون. خب هر چیزی ببین این اشتراکش با آپریم، ببین مثلا بی اشتراکش با آپریم مگه نمیشه بی منهای آ؟ خب منم همینو میگم دیگه. الان من میرسم این میشه یک منهای پی بی اشتراک سی منهای آ. خب این هم یه قانون داشت که تفاضل دو تا چیز مگه چی بود؟ فرم چی بود؟ میشه یک منهای، خب این چی میشه؟ میشه پی به اشتراک سه منهای اشتراک همشون، پی آ اشتراک به اشتراک سه. نگاه کن حالا این منفی رو توشون از سر بدین که شبیه همون مدل قبله و در میاد پی بی اشتراک سی مثبت پی آ اشتراک بی اشتراک سی. اوکی دوستان صدا تصویر میاد؟ همه چی میزونه؟ یه نفر یه پیام بده؟ صدا میاد یا نه؟ الو الو بله اوکی. حالا بریم یه سری سوالات محاسباتی. در هر یک از موارد زیر احتمال خواسته شده را به دست آورید. در هر یک از موارد زیر احتمال خواسته شده را به دست آورید. الف چیا رو ما داریم؟ پی آ اجتماع ب شده 7 هم، پی آ پریم اجتماع ب پریم شده 3 هم. شما پی آ رو به دست بیارید ببینید پی آ چی میشه. فکر کنیم فکر کنن دوستان S1 بله S1 P S1 آقا P
پی اس یک، پی توهی هم چیه؟ صفره. اینا رو میدونیم. پی آ اشتراک به هم هفتم. ببین سعیدی نجات عالی بود. خب بعد چی میخوای بگی؟ یه حالت خاصه. بله. خب ببینیم سعیدی نجات چجوری به دست آورده. خب اینو از مکملش رفته. مثل این اثبات هایی که من نوشته بودم. نگاه کنن همه. نگاه کنن. اینو من بنویسم یک منهای پی متممش. متممش چی میشه؟ میشه آ اشتراک به. سه دهم. خب یه ذره میبرمش جلو. پی آ اشتراک به میشه هفت دهم. آقا پی آ اجتماع به هم هفته هم. همینجوری میشینم به این دوتا نگاه میکنم. چطور میشه همچی چیزی؟ که هم پی آ اجتماع به هفته هم شده هم پی آ اشتراک به. بعد یک یادآوری از سالهای گذشته انجام میدهیم. میگوییم اگر آ اشتراک به مساوی آ اجتماع به بود یکیه. مرسی. آ مساوی به. مرسی از همه تون. دهنش آ مساوی به. متشکرم. اجتماع دو مجموع با اشتراکیشون مساوی بود. این دو تا مجموع با هم مساوی هن. خب پس پی آ اجتماع به، پس آ و به اگه مساوی باشن، پس پی آ مساوی پی به مساوی هفته همه دیگه. همشون میشن هفته هم. مرسی. حالا چه پی به رو میخواد چه پی آ رو میخواد. خب فقردی بایس الان تو این چیزایی که الان میادم یه ذره من بازم توضیح میدم. یه ذره بایس الان چند تا مثال میزنیم. هی همون چیزای بالایی رو استفاده میخوایم بکنیم. پس اگر آ اشتراک به با آ اجتماع به مساوی بود، دو تا مجموع با هم مساوی هن. خب اگه پیشون هم مساوی بود چی؟ پی آ اجتماع به مساوی پی آ اشتراک به. چه فرقی نداره؟ دو تا پی آ با هم مساوی هن. همه شون هم هفته هم هن. خب خوبه. بریم بعدی. آقا این راحت بود. یه ذره سختش کنید آقا. من شنیدم شما همینو گفتین. بله خب یه ذره میریم کارو سخت‌تر می‌کنیم. دوستان نوشتن. تو ذهن ببین حتی یه نفرم گفته باشه در این جمع حرف من درست. خب منم تو جمع هستم، اگر خودم هم گفته باشم حرفم درسته دیگه. درسته. خب بریم ببینیم پی آ به علاوه پی بی پریم مساوی یک و یک دهم، پی آی منفی ب مساوی سه دهم. شما پی بی منفی آ رو حساب کنید. منفی هفته هم نمیشه بابا. منفی در منفی منفی میشد. یه دو بایسا. این اگه هفته هم باشه میشه سه ده هم دیگه. ببین یک منهای هفته هم میشه سه ده هم دیگه. درسته دیگه. ها. یک برون و خب یک بره اونورم میشه. حالا یه ذره فکر کنید دوستان. ببین بی پریم به درد خودش میخوره. این باید عوض شه. اینم فرمولش رو بنویسین. خب بذار با هم حلش کنیم. خب نگاه کنن اینو من می‌نویسم. نگاه کن آقا اینجا، آقا اینجا رو نگاه کن. پی آ نوشتم باریکلا. به جای پی ب پریم می نویسم یک منهای پی ب. خب میشه اینجور نوشت دیگه. بله. اینا میشه یک و یک دهم. خب
اینم چی بنویسم این پایین پایین رو نگاه کن، پی آی منفی ب میشه پی آ منهای پی آ اشتراک ب. اونم گفتم که دقت کن. سه دهم پی ب رحمانی مرسی. رحمانی مرسی. اوکی اوکی. تاجنیا درسته. خب حالا بریم سراغ اینا. آقا ببینیم چه نتایجی من از اینجا میخوام بگیرم. آقا دقت کن. این رو یه ذره ببرم جلو. میشه پی آ منفی پی ب. خب این یکم بره اون و اون بره دیگه. میشه یه دهم دیگه. خب اینم که میشه پی آ منفی پی آ اشتراک ب. اینم که خودشو نوشتم. سه دهم. ببین آقا من چی میخوام. این بالا رو میشه اصلا نگاه کنیم ما چی میخوام اینجا. خب این چرا پاک نمیشه؟ یه لحظه بذار چرا خب نمیشه دیگه. خب ببینید این الان اینه، میشه پی ب منفی پی آ اشتراک ب. اصلا من اینو میخوام الان، دقت کنید فرمولشو نوشتم، من اینو میخوام. خب باشه. خب اینو در ببین پی آ مشترکه دیگه، دقیقاً همون دو دهم میشه. بعد این پی آ رو بیا حذفش کنی. آقا اینو در یک منفی ضرب کن، منفی مثبت منفی. حالا بشه اینا رو با هم چکار کن؟ جمع کن. خدا حافظ. این دوتا با هم میرن. طرف چپ، طرف راست. طرف چپ رو با هم جمع کنم میشه پی ب منفی پی آ اشتراک ب. طرف راست هم با هم جمع کنی. سه ده هم منها یک میشه دو ده هم. خب آقا همینه دیگه. مگه من همینه نمیخواستم؟ پی ب منهای پی آ اشتراک ب. خب دیگه، خب دیگه. مرسی. دو ده هم. پس ما از فرموله هایی که بلد هستیم، داشتم اونجا واسه خودمون فرمول می ساختیم و به علاوه احتمالات مکمل اینا رو تبدیل می کنیم. اینو فرمولش کردم، اینم تبدیلش کردم، یه چیزایی شد که خلاصه با حسویات و عملیات اون موارد که ما می خواهیم از دلش بتونیم در بیاریم. فخرالدین بگو. فخرالدین وایسو. بذار من تو رو آزاد کنم. اینا فخرالدین بگو. سلام استاد. سلام فخرالدین بگو عزیز. استاد یه سوال، یک منهای پی بی چجوری شد منهای پی آ اشتراک ب؟ منهای پی آ اشتراک ب شد. ببین یک من اینو داری میگی، این مثلا اینو از این چاشو داری میگی؟ آره بله بله پی ب. الان ببینش کام. ببین میشه پی آ به علاوه یه، ببین یک منفی پی ب بود شد یک، یک و یک دهم. خب ببین نگاه کن اینو بردم اون بعد شد پی آ منفی پی ب مساوی یک و یک دهم منهای یک شد یک دهم. باشه این درسته؟ خب بله. خب این که حله دیگه. دیگه کجا شو؟ این پایینشو. الو بله اون پایینش هم میشه. اون پایینش رو نگاه کن. ببین یه قانونی ما گفتیم آ ب. ما گفتیم که اینجا پی آی منهای ب نگاه کن، این آی منهای ب میشه کلش، نگاه کن نکن کلش منهای این. قبوله؟ پس پی آی منفی ب کلش که میشه پی آ منفی پی اون زبدره که نوشتم میشه آ اشتراک. خب منم همین نوشتم دیگه، پی آی منفی ب رو نوشتم این پی آ منهای پی آ اشتراکه. خب اینو که نوشتم اینجا، اینم که نوشتم اینجا، فقط دیدم پی آ اینجا مزاحمه و مشترکه، اینو در یک منفی ضرب کردم که قرینه بشه با این بره. خب این با این رفت. ببین چی موند؟ بالا یه پی بی بود. ببین این پایینم منهای پی آ اشتراکه، اینم که 3 دهم، اینم که منهای 1 دهم میشه 2 دهم. خب ببین حالا اینو من به دست آوردم. آفرین اینو ما به دست آوردیم. اما مسئله از ما چی میخواد؟ مگه پی ب منهای آ رو نمیخواست؟ خب پی ب منهای آ مثل همین دیگه. ببین نگاه کن این ب این آ، پی ب منهای آ بگو چی میشه؟ میشه بگو پی ب منهای پی آ اشتراک ب. آب باریکلا. خب منم همینو به دست آوردم دیگه. من چی به دست آوردم؟ پی ب منهای پی آ اشتراک ب دو دهم به دست آوردم دیگه. اینم اینجا نوشتم دادا. اوکی ممنون، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خواهش. چرا گیر نده همه بگی دادا هم. حالا یه سوال میدم ببینم اصلا این حل میشه یا حل نمیشه. ببینیم همه یه چیزی بگیم بالاخره یا نگیم.
خب دوستان نوشتن؟ بریم بریم کار داریم ها. یک سوال سخت به جیم. ببینید رنگش اینجا شد. جیم پی آ پریم اشتراک بی پریم هست 2/10، پی آ پریم اشتراک ب هست 4/10. دوستان محبت کنن پی آ رو بگن، خیلی محبت کنن. و در اینجاست که کاری یه ذره سخت می شود. دوستان فکر کن. بیهقی 800 هرچی ها، رحمانی 14 هم، بیهقی هم 14 هم. بیهقی اول گفت. بیهقی من این میکروفون تو آزاد میکنم، بگو عزیزم. بذار بیهقی کجای تو بیهقی. اوکی میکروفون داری هستن؟ بیهقی بیهقی الو، میکروفون آزاد کنم، میکروفون داری؟ میخوای بگی؟ واسه من آزاد کنی؟ اصلا بیهقی صداش در نمیاد، کجایی؟ بیهقی تو آزادی الان. واسین سلامت باشی، خوبی بیهقی؟ بگو ببینم جریان چه. واسه من با ون حل کردم. اصلا بیا با ون بگیم، باریکلا به تو، بگو. خب یه دست باید آقا میخواد با بین بریم اس آب بگو آپریم اشتراک بپریم که میشه همه چی بجز آب و ب. آها این آپریم اشتراک بپریم، خب این آپریم. میشه دهم. خب بله آپریم اشتراک ب هم که میشه ب، میشه ب منهای آ دیگه، اینجا دیگه درسته. بله بله این هم میشه 14 منهای یکش کنیم میشه 2/10 بله به 14 مساوی 1 دیگه. باری کلا ببین 2/10 و به علاوه 14 میکنیم میشه 6/10. خب دوستان نگاه کنید، 2/10 و به علاوه 14 میکنیم میشه 6/10. میگم که موبایل ما زنگ میخوره 6 تا، بعد 1 و منهای 6/10 میکنیم میشه 14، دقیقاً میشه 14. عالی آقا، این با نمودار ون اومد، تشکر میکنم، خیلی خوب. خب چرا؟ آخه خب ببین اینا همه پیه، در حقیقت میشه پی آ پی ب پی اس، پی اس یکه. ما واقعا با مجموعه ها کار نمی کنیم که، با احتمالاتش داریم کار میکنیم. خب 2/10 بله به 14 کردی بدون بن. آره خب بدون بن الان ما حل میکنیم. خب ببینیم که بدون بن اصلا چجوری میتونیم حلش کنیم. آقا یه نفرم بدون بنشو بگه، بدون بن من بگم، رحمانی بگه، بذار من بیارمش یه لحظه. بدون بن بگه دوستان، با بن اصلا خیلی خوبه، اونایی که با بن میرن تو تستا خیلی به کارشون میاد. آقا با بن برید اصلا. رحمانی تو کجا بودی؟ نباش کجایی رحمانی؟ آینا رحمانی جان بگو، بگو آقا تو آزاد شدی. رحمانی سلام بگو. آقا این گفته احتماله آ پریم اشتراکی بپریم شده 2/10، میایم اینو متممش می‌نویسیم میشه 1 منهای پی آ اجتماع ب شده 2/10. بله پس پی آ اجتماع ب میشه 8/10. آ اجتماع ب میشه 8/10، باریکلو به ما. بله خب بعد میایم پی آ اجتماع ب رو میگیم میشه پی آ بله به پی ب منهای آ، P
پی آ اجتماع ب میشه پی آ به علاوه پی ب منفی پی آ اشتراک ب باریکلا به ما که اینم هشته همن. بله حالا ب منهای آ چیزه چهار همون در واقع قرینه همونه دیگه. آها نگاه کن. آره ببین میگه آپریم اشتراک ب همون به اشتراک آپریم دیگه، چه فرقی داره؟ میشه هم میشه پی ب منهای آ، خب که همون چهاردهمه. پی ب منهای آ یعنی پی ب منفی پی آ اشتراک ب. پی ب منهای پی آ اشتراک ب اینا هاش دیگه، دقیقاً چهاردهمه دیگه. خب بله مرسی. پس پی آ میشه چی؟ چهاردهم. عالی عالی مرسی. الو میشنوید صدا من دیگه؟ آقا این از فرمولی بود؟ اونا من نمودار بنویسم. آقا نمودار دانش ندارم. آقا میشنوید صدا منو؟ صدا میاد؟ بده 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 میاد قشنگ میاد بده نمیاد بعد تا چاخ میاد چرا اومد میاد ولی بده. الان خوبه؟ ببین من دارم صحبت میکنم. خوب عزیز من صدا میزون انشالله خوب شد. خوب الحمدلله. حالا دیگه به اینترنت هم بستگی داره دیگه، بعد به چیزهای دیگر. خب بریم. حالا میخوایم مثالی حل کنیم که یه جورایی نمودار بنم خیلی خوب روش اثر میکنه. خب بریم. آمار نشان میدهد که در یکی از شهرهای بزرگ ۲۵% جرائم در طول روز و ۱۸% جرائم در درون شهر صورت می‌گیرد اگر تنها ۱۰% جرائم ایزدی آقا من جواب میدم بذار من می‌نویسم. اگر تنها 10% جرائم در حومه شهر و طول روز اتفاق بیفتد در این صورت الف چند درصد جرائم در شهر و طول روز اتفاق می افتد به چند درصد جرائم درون شهر و طول شب اتفاق می افتد. چیه؟ عرشی ها؟ چی شده؟ صادقانه میخواد چی بگی؟ مگه ما اینجا چاخان پاخان هم به کسی میگیم آخه؟ این چه جمله یه میگی؟ بگو بگو عزیز. الو رسمی
مگه مشکلی شده با دبیرهای دیگه و نمیدونم این مسائل اینترنتی؟ مگه مشکل خاصی شده؟ چیزی که تو چیز میاد، تو کانال تلگرامی میاد، دیدی؟ خب بریم. خب دوستان بگم اینو با نمودار وین حل کنیم راحت تره. پونزه برای الف یا ب؟ رحمانی الف پونزه. خب برای دومی پونزه اجازی نصر. من اشاری در آوردم. خب ببین حالا درست میشه انشالله. ببین میتونی قشنگ با نمودار ون بری. آیا من میخوام این اصلا با نمودار ون برم؟ بله 15 درسته. مرسی رحمانی. 15 رو میگی اینم باز زود بگی دیگه. الان برا سری بعد بگی. دوستان همه اینجا رو نگاه کنن. آقا ننویس، نگاه کن عزیز من، نگاه کن. ببین من با یه رنگی دیگر بنویسم. آمار نشان میداد که در یکی از شهرهای بزرگ 25% جرائم در طول روز. این طول روز رو من اینجا یه مجموعه گرفتم. این توش روزه، بیرون شبه دیگه. 18% جرائم درون شهر. ببین طول روز و درون شهر رو دوتا مجموعه گرفتم. خب تنها 10% جرائم در حومه شهر و طول روز. ببین منظورش اینجاست. رمانی هش؟ نه. بذاره فکر کن. ببین نگاه کنن. دوستان دیگه نگاه کنین. 10% جرائم حومه شهر طول روز. ببین دقیقا اینجاست. این درون شهر بوده. این حومه شهر و طول روز. این چند درصده؟ 10%. اینجا میشه 10%. آقا بذار من اینو میزونش کنم. آقا این 10%. خوب دقت کنید. کل طول روز چند درصده؟ نگاه کنن. کل طول روز 25% جرائم در طول روز. 25% این دهه، این میشه 15. نگاه کن. میشه 15. خب درون شهر کلا چند درصد بود؟ درون شهر 18% بود. 15 تا اینجا داره، بس 3 تا اینجا داره. میشه 18%. حالا اینا رو همه رو کمش کن. اینا درصده دیگه، اینا درصده. همه رو کم جمعش کن، از 100 درصد کمش کن. میشه 100 منفی 10 منفی 15 منهای 3 که میشه چی؟ بگو 25 28. 100 منفی 28 میشه 72%. آقا 72% هم این بیرونه. مرسی 3%. مرسی. یا من گفتم دیگه تا آجنیا. خب حالا سوالاتی که میپرسن ما جواب میدیم. وقتی نمودار بنت کامل شد، حالا برو جواب بده. چند درصد جرائم در شهر و طول روز؟ آقا در شهر و طول روز اینا دیگه، اینهاش میشه 15%. چند درصد جرائم درون شهر و طول شب؟ منظور اینجاست. ببین درون شهر هست ولی طول شبه. آقا روز که این توه دیگه، خب این برش میشه شب، میشه 3%. حالا اگه میگفتن چند درصد جرائم، آقا اینجا رو با من کمک کن، در
طول شب و حومه شهر ایجاد می شود. دوستان این الان جواب بدین. %72 مرسی. این 72 رو نگاه کنم، این بیرون نگاه کنیم، اینایی که این بیرون هستن طول روز که نیستن، پس تو طول شبن، شب و حومه شهر، هم شبن هم حومه شهرن. 72% مرسی. آقا میگم اون 3% از کجا آوردی؟ نگاه کن 3% درون شهر چند درصد بود؟ گوش گوش، 18% در درون شهر. نگاه کن وقتی این 15 خب سه تا بمونه اینجا دیگه که با هم جمعشون بشه 18% دیگه، درسته؟ بدون نمودار، خب این اصلا دادم که با نمودار محلش کنیم، همون با پی آی ام 75. آقا 100 منهای 10 منهای 15 منهای 3 اینا جمعش کن، خب اینا رو جمعش کن از 100 کمش کن میشه 72%. خب حالا اون سوالی که میخواستم بدم و مثبتی بود سخت بود، 75 نمیشه عزیز من، 3 تاشو باید کم کنی. دقت، چون الان تو داری پی آ رو با پی ب جمع میکنی، از پی اس کم میکنی. نه اینا اشتراک دارن. بریم یه سال مثبتی میخوایم بدیم. ای خدا بخواد آقا میشه یه با دیگه 15 رو بگین. آقا اصلا ما هیچی نگفتیم. ببینیم بکن، بذار من اینا پاکش کنم، اینجا میرم اون بالا نگاه کن اینجا. ببین اون دوتایی که مسئله گفته نگاه کن، روز درون شهر، اینجا روزه اینجام درون شهره، مجموعه نوشتم. ببین وقتی این درون شهره، نگاه کن این درون شهره، پس این بیرونی ها چی میشن؟ حومه شهرن. وقتی این طول روزه، اگه شبا میخوام میشه اینجا و اینجا و اینجا و اینا میشه. دقت کن. خب تنها 10% جرائم، با یه رنگ دیگه، 10% جرائم در حومه شهر و طول روز. ببین حومه شهر و طول روز اینجاست، این 10% نگاه کن. خب کل روز چند درصد بود؟ کل روزت 25% بود، این 10 15 میمونه اینجا که جمعاً بشه 25. درون شهر چند درصد بود؟ درون شهر 18% بود. 18 رو نگاه کن، درون شهر 18، خب این 15 میشه 3 دیگه، میشه 18. خب این بیرونش هم میشه 72. این نمودار بن کامل شد. اوکی آقا مثبتی رو بگیم که زدم سوال سختی، یا بهتر بگم سوالی که نیاز به فکر خیلی خوبی داره، با رنگ بسیار زیبای آبی می نویسم اینجا. اگر پی آ هست 3/4 و پی ب هست 2/3، ثابت کنید پی آ اشتراک ب کمتر مساوی 2/3، بیشتر مساوی 5/12. آقا یه مثبت هم اینجا بذارم، الفش رو یه بار دیگه توضیح بدید، بذار دوستان اونو بنویسن متن سوالو که روش فکر کنم، بعد دوباره من برمیگردم صفحه قبل. دقیقه یا دیقه؟ دقیقه. خب دوستان نوشتم، من برم صفحه قبل. خب کدومشو؟ الفشو. ببین نگاه کن، محمد یاری نگاه کن، ببین نوشته وقتی میگه طول روز و درون شهر، شما دو تا مجموعه باز کن، طول روز نگاه کن و درون شهر. خب اینا من هیچی ننویسم، پاکش میکنم، نگاه کن نگاه کن. ما چه دیگه رو میخواستیم پاک کنیم، چه دیگه پاک شد. خب اینجا نگاه کن، خب اینجا این بینسه. خب پس طول روز و درون شهر نوشته 10% جرائم در حومه شهر و در طول روز. ببین طول روزا اینجاست دیگه، نگاه کن حومه شهرم بیرونه دیگه،
پس تو اینجا رو میخوای، این 10% 18% ببخشید، پس من 18 رو می‌نویسم اینجا، ببخشید 10% بود، 10% 10% من می‌نویسم اینجا. خب کل روز چند درصد بود؟ دقت کن، در طول روز 25% جرائم بود، وقتی 10% اینجاست، خب 15% هم اینجاست دیگه، که در مجموع بشه 25%. خب درون شهر هم چیه؟ درون شهر هم چون 18% بود، 18% اینجاست، این 15 میشه 3. بعد این 3 رو جمع کنی، از 100 کم کنی، 7 تا دو میشه. حالا چی از من خواهد؟ در شهر و طول روز، در شهر و طول روز ایناش، در روز و در شهر میشه 15 درصد. بریم آقا، بریم این آخرین سوالی که میخوام حل کنیم دوستان. آقا اثباتش باید ریاضی باشه؟ خب بله، بعد دلیل بیاریم، بعد چی باشه دلیلش هم باید بگیم. فقط دقت کنیم، پی آ 3/4 رومه، پی ب 2/3، پی آ از پی ب بزرگتره، نکنید پی آ بزرگتر از پی ب، این اگه پی آ، این پی ب، نگاه کن، بگید پاسا، کسی نمیتونه. خب ببین، نگاه کنین، دقت کن، ببین این ای اشتراکی با هم دارن، نگاه کن، ما میخوام بیشترین اشتراک اینو ایجاد کنیم، بیشترین اشتراک وقتی ایجاد میشه که پی ب بره درون پی آ، نگاه کن، پی ب بره درون پی آ، این بیشترین اشتراکی میتونه ایجاد کنه، ب آ، یعنی بیشترین اشتراک خود اینه، خود اینم پی ب چی بود؟ این پی آ و اینم پی ب. خب پی ب بود چی؟ 2/3، یعنی بیشترین اشتراک وقتیه که اینا در داخل هم برن، حالا پی آ و پی ب نذاریم، خود ب و خود آ بذاریم، وقتی در داخل هم برن اینا بیشترین اشتراک با هم میتونن ایجاد کنن، پس بنابراین بیشترین اشتراک همون 2/3 میشه. خب پس این درسته، بیشترین اشتراک همون 2/3 میشه. خب حالا این به این ور ثابت شد و بدیهیه، بیا این طرف ها ثابت کنیم، یعنی ثابت کنیم پی آ اشتراک ب بیشتر مساوی 5/12، یعنی حداقلش 5/12. خب ببین، نگاه کن، من میگم پی آ اجتماع ب میشه پی آ به علاوه پی ب منفی پی آ اشتراک. نگاه کن، اصلا بذار یه مجموعه من بکشم، نگاه کن، مثلا آ و ب، آ و ب، خب اگر اینا در داخل این بکشم شاید اینجوری در حالت کلی بهتر باشه، یه لحظه نگاه کنم، میشه آ و ب، این هم الان اس. خب شما میخوای بیشترین یعنی کمترین مورد این رو ایجاد کنی، نگاه کن، بیشترینش که 2/3 بود، نگاه کن، میخوای کمترین مورد اینو ایجاد کنی، بعد چیکار کنی؟ اگه بخوای کمترین مورد واسه این ایجاد کنی، من اینجوری می‌نویسم، من می‌نویسم به این صورت میشه، اگر پی آ اجتماع ب رو به این صورت من بنویسم که میشه چی؟ پی آ میشه 2/3، ببخشید میشه 3/4، به علاوه پی ب میشه 2/3 منهای پی آ اشتراک ب. خب شما اگر در این حالت اینو بگیری، یعنی اگر آ اجتماع ب اگر خود اس باشه، اگر خود اس باشه، نگاه کنیم که پی اس هم میشه 1، خب شما در اینجا میشه 1 مساویه این میشه 12، 9 علاوه 8 میشه چی؟ 17 منهای پی آ اشتراک ب. خب در این حالت میشه پی آ اشتراک ب میشه در حقیقت این به نوبه میشه 17/12 منهای 12 که میشه 5/12. این کمترین مقدار، این کمترین مقدار پی آ اشتراک ب ایجاد میشه، یعنی پی آ اشتراک ب وقتی کمترین مقدار خودشو داره که این باشه اس،
که صفر نمیشه دیگه، امکان نداره. اگر پی آ اشتراک به بشه صفر چطور امکان داره؟ نگاه کن این دو سومو اگه با سه چهارم جمع بزنی از یک بیشتره. خب نگاه کن اون وقت اصلا به تناقض میخوری. ببین نگاه کن پی آ اجتماع ب میشه پی آ به علاوه پی ب منفی پی آ اشتراک ب. اگه کمتر مقدارش بگیریم صفر، جمع این دوتا میشه چی؟ جمع این دوتا میشه 17/12. یعنی پی آ اجتماع ب از پی اس هم بیشتر بشه. چطور احتمال داره؟ نمیتونه اشتراک دار نباشه، باید اشتراک دار باشه. اگه اشتراک دار نباشه، ببین نگاه کن اگه این باشه آ، این باشه ب، مثلا این باشه 20% این 30%، آره اینا میتونن مشترک نباشن چون جمع 20 برابر 30 از 100 کمتره. خب ولی اگر مثلا ببین نگاه کن، اگه مثلا آقا نگاه کن پی آ هست 90%، ببین پی ب هست 80%، مگه میتونن اشتراک دار نباشن؟ جمع این دوتا احتمال الان ببین چی میشه، دقت کن الان اینا اصلا در نمیاد به این صورت. پی آ اجتماع ب یه عددی که بعد کمتر از یک باشه. الان این پی آ اجتماع ب که اگه شما پی آ اشتراک ب رو میگیری صفر، جمع این دوتا که اصلا یکم بیشتره که، آقا نمیشه. دقت کن داده بیداد. ببین نگاه کن پی آ اجتماع ب این همیشه از یک کمتره. شما اگه مثلا بگی مثلا یه مثال میزنم این 90% پی ب هم هست 85%. خب اصلا بیا میشه پی آ اجتماع ب که میشه پی آ به علاوه پی ب منفی پی آ اشتراک ب. چطور هم چیزی میشه این 90%، این هم میشه 85.5%. بعد اینو میخواد بگه خب اشتراکی ندارم بشه صفر. خب باشه پی آ اجتماع ب میشه چی؟ 175%. به چطور امکان داره؟ از 100% هم که بیشتر شد که پی آ اجتماع ب. پس اینا حتما یه اشتراکی دارن، اون کمترین اشتراکش رو باید حساب کنیم. حالا خب دوستان وقت تمومه؟ الو دوستان وقت ما تمومه. خب تکالیف رو من اینجا می نویسم، دوستان تو یه صفحه دیگه می نویسم. نگاه کنید اینجا نگاه کنید، اینم که تناقض بود این صفحه آخر بود. حل تمرین های فصل 7 احتمالات آن حل شود. آقا کتاب درسی، فصل 7 کتاب درسی، تمرین ها. ببینید یه پرسش در کلاس داریم، نمیدونم مثل چیزهای دیگه داریم، اونایی که تمرین ها نوشته تمرین کل فصل 7 رو حل کنید، کتاب درسی باشه. فولکاپی داد مدرسه واسه جمعه. خب واسه جمعه داد شما بنویسین، همه تو نوشتین؟ تازه الان تموم شد، شما نوشتینش؟ تمرین هاش فقط اون کار در کلاس و نمیدونم فلان ولش کن، اون تمرین هاشو قشنگ حلش کنین. اگه قبلا مدرسه داده شما حل کرده، اون وقت من یه پولیکوپی میدم. حالا از آقای طاهری من سوال میکنم، ولی اگه حل نکنی خب حلش کنین. باریکلا دیشب فرستادم واسه جمعه. خیلی خوب تکلیف همونه، حلش کنین. اوکی خب اینو واسه جمعه، برای جمعه حتما حل شود. شنبه تدریس آمار علاوه حل تمرین میکنیم باشه. کتابتون و کتاب درسی حتما شنبه کنارتون باشه. مرسی، زیاد نیست، نگران نباش، کمه، نگران نباش. خب از همگی دوستان من خدافظی میکنم، نگران نباش، مثل اون فیلم های نمیدونم اون کلیپ های تو تلگرام نیست. مرسی، هفته خیلی خوبی داشته باشید. فعلا خدافظ. Bye.